سلام به همه دوستان خوبم در مرکز آموزشی آتشین. من علی رجبی هستم. خیلی از اوقات برام پیش میاد که در یک موقعیتی قرار میگیریم که از یک منظره میخوایم عکاسی بکنیم. نور خوبی نداریم، رنگ خوبی نداریم، آسمون غبارآلود داریم و و و خیلی آیتم های دیگه‌ای که به هر حال ممکنه تصویر خوبی برای ما از دوربین خارج نشه. یک پروسس یا یک پردازش رو من امروز میخوام به شما یاد بدم که میتونه خیلی براتون در یک سری جاها کلیدی و کاربردی باشه. اما به دلیل اینکه بسیار این پردازش ممکنه تایمش طول بکشه، من اون رو به دو قسمت تقسیم کردم که هم برای شما راحت‌تر باشه و هم بتونیم با فراغ بال بهتری روی گزینه‌ها توضیح بدیم. این که چطور بتونیم از تصویر مثل این برسیم به تصویر همانند این برای ما بسیار بسیار کلیدی و مهمه با توجه به نیازی که ما داریم و کاری که می‌خوایم انجام بدیم. اولین کاری که من می‌خوام انجام بدم و بسیار مهمه اینه که این نکته رو به شما گوشزد بکنم. پردازش یک تصویر به تجربه شما، به دانش شما برمیگرده و خیلی مهمه که بدونیم به چی می‌خوایم برسیم. اولین کاری که من انجام میدم، میام در adjustment layer و از فرمان vibrance استفاده میکنم برای اینکه به طور هوشمند غلظت رنگم رو در کل تصویر افزایش بدم. چرا این کار رو انجام میدم؟ به دلیل اینکه اگر زمانی بخوام از فرمان black and white استفاده بکنم، فرمان black and white زمانی که غلظت های زیادی رو در رنگ ها میبینه میتونه کنتراست خوب برای ما به وجود بیاره در سیاه‌سفید کردن یک عکس رنگی. بعد از اینکه vibrance رو انجام دادم، میام در زیر مجموعه adjustment layer فرمان black and white رو میزنم. فکر میکنم اینجا فیلتری که برای من مهم باشه فیلتر های کنتراست رد. های کنتراست رد رو انتخاب میکنم، برمیگردم به جعبه لیرزم و بلندینگ مود بلک اند وایت هم رو از نورمال به کالر برن تغییر میدم تا یک رنگ های من بسوزن، دو نکته اینجاست، دو آسمون من به غلظت رنگ بهتری برسه، هرچند که من این پایین رو از دست میدم و برای من مسئله نیست. لیر ماسک دارم، ابزار گرادینت رو برمیدارم، با استفاده از رنگ مشکی به ترانسپرنت کلیک و درگ میکنم و قسمت پایین تصویر رو با توجه به نیازم برمیگردونم. تا اینجای کار برای من کافیه، یه مقداری میتونم بیشترش هم بکنم تا به این صورت برای من برگرده. Alt Shift Control E تصویرم رو مرج میکنم، اسمش رو میذارم مرج، بسیار مهمه برای ما. و مرحله بعدی رو میخوام انجام بدم. مرحله بعدی جاییست که من به طور خاص میخوام روی ابرها مانور بدم. میام در پنل چنلز و کانالام رو بررسی میکنم. کانال رد بهترین کانالی است که اینجا به من محدوده خوبی از آسمان رو میده، چون روشنه و سلکت خوبی دارم و همچنین سلکت هایی رو هم در نسبت های پایین دارم که فیده، چون رنگش خاکستریه. کنترل رو نگه میدارم، کلیک میکنم تا رنگ قرمز رو سلکت کرده باشم یا چنل قرمز رو سلکت کرده باشم. کانال RGB رو فعال میکنم، برمیگردم رو لایرز، کنترل J از لایه‌ام کپی میگیرم و اسمش رو هم میذارم Red Channel. برای چی این کارو میکنم؟ برای اینکه خب بعدا وقتی فایل PSD رو باز کردم بتونم به راحتی آنالیز بکنم که چه کارهایی انجام دادم. نکته اینجاست که میام در منوی فیلتر در زیر مجموعه بلار و فیلتر گازیان بلار اعمال میکنم. چرا فیلتر گازیان بلار؟ ببینید دوستای خوب من، زمانی که من فیلتر گازیان بلار رو اعمال میکنم بر روی فایلم، حالا خیلی عدد زیاده، همونطور که میبینید کاملا پیکسل های من محو میشن و زمانی که من بلندینگ مودم رو تغییر میدم از نرمال به هر بلندینگ مود دیگه ای، این ترکیب باعث میشه که نورهای خیلی خاص، نرم و دراماتیکی اصطلاحا برای من به وجود بیاد. رادیوسش رو فکر میکنم روی عدد 20 سیت میکنم و بعد اوکی میکنم و از نرمال بلندینگ مودم رو به مالتیپلای تغییر میدم تا رنگ گرمی رو در آسمون داشته باشم و آروم آروم قسمت پایین رو هم به در حقیقت سیلوئت تبدیل بکنم یا تیرش بکنم یا ضد نور خوبی به وجود بیارم در تصویرم. این تا اینجای کار که در حقیقت ما تونستیم به این شکل استفاده بکنیم و کارمون رو پیش ببریم. اما در مرحله بعد باز میام در زیر مجموعه adjustment layer فرمان black and white high contrast red این بار و باز هم blending mode رو از normal به color burn تغییر میدم. حالا یک آسمون خیلی خیلی خوب دارم که فوق‌العاده است، اما تصویر من اینجا به طور کامل فقط آسمونش مونده، خیلی هم تیره است و دارکه و پایینم به طور کامل از دست رفته. چی کار میکنم؟ من از سلکشن رد چنل استفاده میکنم تا ماسک در حقیقت بلک اند وایت پر بکنم، به این دلیل که به صورت تصادفی قسمت های مختلف تصویرم ماسک بشه و یک افکت خیلی نرمی رو بر روی کل تصویر داشته باشم. کنترل نگه میدارم، کلیک میکنم تا کانال رد من لوچه، میام در ماسک بلک اند وایت، رنگ مشکی رو فیلم میکنم. همین ما میدونیم که رنگ مشکی نماد از بین بردن هست و خیلی خیلی خوب از این تصویر
به این تصویر میرسم. پایین رو کاملا سیلویت کردم و رنگ های گرم خیلی خیلی خوبی رو هم در بالا دارم. خب اما کار تا اینجا تمام نمیشه. ادامه یه در حقیقت بحثمون رو سعی میکنم در قسمت دوم براتون توضیح بدم تا ببینیم که به چه نتیجه‌ای خواهیم رسید.